با عرض سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی. تدریس کتاب کف اکرم یک رو با شما دوستان ادامه میدیم و در این درس فصل هفتم که عنوان این فصل هست دو توت لکولور، از همه رنگ ها. در همین ابتدا من یک کلمه خیلی مهم رو خدمت شما توضیح بدم. تو و یا توت، حالا بستگی به لیزان شدن داره یا نه، یعنی بستگی به این داره که کلمه بعدش چی خواهد بود و خود این کلمه آیا مفرد یا جمع. یک مقدار بدم راجع به این کلمه توضیح بدم. خب کلمه همه در فرانسه به صورت تو نوشته میشه برای مفرد. البته این حالت مذکر مفرد هست و توت برای مفرد مؤنث. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد با اسم مؤنث مطابقت پیدا بکنه به این صورت نوشته میشه و اگر بخواد با اسم مذکر مطابقت پیدا کنه به این شکل نوشته میشه. به عنوان مثال مثلا میخوایم بگیم هر زمان یا همه زمان ها، چون همه یا تو هر هم معنی میده در فارسی. مثلا میگیم هر زمانی، خب ما داریم لو تان به معنی زمان. حالا میگیم تو لو تان، یعنی هر وقت، هر زمانی، منظور همه زمان ها هست. پس از این کلمه به عنوان همه یا هر استفاده میکنیم. چرا؟ چون کلمه مذکر رو در ادامه خواهیم داشت. اما مثلا میخوایم بگیم کل روز، میگیم توت لا ژورنه. دیدیم که لا ژورنه کلمه مؤنث هست و حالا میخوایم بگیم کل اون روز، توت لا ژورنه. پس از این کلمه توت به عنوان همه استفاده میکنیم. خب این برای کلمات مفرد. برای کلمات جمع، دوباره برای مذکر و مؤنث، ما داریم تو و توت. به عنوان مثال برای این یکی میخواییم بگیم هر صبح و همه صبح ها طول مطن. ما میدونیم که لو مطن به معنی صبح کلمه مذکره و لی مطن صبح ها میشه کلمه مذکر جمع. حالا میخواییم بگیم هر صبح که همه صبح ها معنی میده میشه طول مطن، طول مطن. و توت مثل همینجا توت لکولور، ما داریم لکولور، لکولور کلمه مؤنث هست مفردش، حالا لکولور رنگ ها دوباره جمع مؤنث هست. وقتی میخواییم بگیم همه رنگ ها توت لکولور، توت لکولور. حالا دو که اینجا به معنی از هست میشه از همه رنگ ها. خب این یک مقدمه بود که من خواستم راجع به کلمه تو به معنی همه خدمتتون بگم که خیلی هم مهم هست. خب وارد خود درس بشیم. این فصل رو من با همین صفحه اول شروع میکنم و بعد یک مقدار از گرامر رو توضیح میدم خدمتتون و دوباره برمیگردم و صفحات بعدی ادامه مطلب رو با هم پیش میبریم. دی گوت ا دی کولور، مزه ها و رنگ ها. ما دیگه این کلمات رو میشناسیم. لو گو کلمه مذکر است به معنی مزه و دی گو مزه ها، ا ده کولور و رنگ ها، که خود لا کولور، که خود لا کولور به معنی رنگ مؤنث است. بریم اول رنگ ها رو با هم بشناسیم. این رنگ ها به صورت اسم همگی مذکر هستن، مگر اینکه به صورت صفت بیان که کلمه‌شون فرق خواهد کرد، که حالا در زمانی که صفت ها رو من درس میدم خواهیم دید که مثلا سفید که اینجا لو بلان هست، اگر به صورت صفت بیاد و برای کلمه مؤنث میشه لانش. حالا اینا رو توضیح خواهم، ولی فعلا به صورت اسم اگر بخوام اینا رو بیاد بگیریم، یعنی سفید به حالت اسم و نه صفت، لو بلان مذکر هست، لو بلان، لو بلو آبی، لو ور سبز، لو مارون قهوه‌ای، لو ژون زرد، لو اورانژ نارنجی و لو روژ قرمز. حالا رنگ هستش که اینجا با هم داریم یاد میگیریم. لو نوار ایت ا لا مود، ایت ا لا مود به معنی مود بودن، یه چیزی موده. داریم میگه که سیاه الان موده. لو نوار ات لا مود، پس ات لا مود جمله مناسبی هست یا اصطلاح خوبیه که کلمه یا فعل ات باید صرف بشه. پر اگزمپل ایل ات لا مود، اون موده. ای اون پورت بوک دو نوار سیت انی، فعل پورته فعل نوع اول هست معنی پوشیدن. امپورت ما میپوشیم، امپورت بوک دو نوار سیت انی، ما خیلی مشکی میپوشیم امسال. سیت انی، سیت انی رو هم در فصل قبل کامل بررسی کردیم. دیدیم که لنه اسم مؤنث هست و سیت که برای اشاره به این
کاربرد داره که در این فصل من درس خواهم داد برای کلمات مؤنث هست. فعلا این رو به همین صورت بپذیرید. ست نه امسال تا به موقعش به گرامر مربوط به ست برای اشاره به نزدیک برسید. ست تره جولی لو نوار. تره جولی، خیلی زیبا. جولی به معنی زیبا. پس میگه که مشکی خیلی زیباست. ست تره جولی لو نوار. می ایلیا بوکو دو تره کلور. اما کلی رنگ های دیگه هم هست. بوکو دو یادمون هست در فصل قبل بعد از بوکو دو دیگه ما اختیک نمیاریم بلکه دیگه خود اسم رو میاریم. اوتر کلور. کلمه اوتر به معنی دیگر مثل تو میمونه که برای حالات مذکر و مؤنث البته یکی هست ما به صورت اوتر مینویسیم ولی برای جمع یک اس اینجا بهش اضافه میشه. اوتر کلور همونطور که میبینید il y a beaucoup d'autres couleurs خیلی رنگ های دیگه هم هستن. رنگ های دیگر. اوتر کلور. اما اگه مثلا بخوایم بگیم یک رنگ دیگه میگیم اون اوتر کلور. اون اوتر کلور یا برای کلمه مذکر مثلا ریژیون یه محل دیگر. ان اوتر ریژیون. به این صورت پس اوتر برای کلمات مفرد مذکر و مؤنث یکی هست. یه محله دیگر، یک محل دیگر یا یک رنگ دیگر. ولی رنگ های دیگر یا محل های دیگر les autres régions avec s et ici d'autres couleurs avec s رنگ های دیگر. در این بالا هم همینطور beaucoup de بعد از beaucoup de ما یادمون هست که دیگه نباید اختیکل استفاده بکنیم بلکه خود اسم رو استفاده میکنیم. beaucoup de noir بسیار مشکی یا مقدار بسیار زیادی مشکی. بریم به ادامه این متن بپردازیم و سوالاتش رو بررسی کنیم. vous êtes brun ou brun شما brun ou brun به معنی سبز کسی که پوستش سبز هست. برای مؤنث میگیم برون و برای مذکر میگیم برون. vous êtes brun ou brun choisissez le jaune ou le rouge. فعل choisir رو ما در همین فصل به گرامرش خواهیم پرداخت. فعلا یاد بگیرید که فعل choisir به معنی انتخاب کردن. وقتی میگه choisissez انتخاب کنید. انتخاب کنید le jaune ou le rouge زرد رو یا قرمز رو اگر شما سبزید. vous êtes البته این رو هم همینجا اضافه بکنم که brun و brun به معنی موی تیره هم میشه. یعنی شما موهاتون تیره است. حالا مخاطبش اینجا مؤنثه و اینجا مذکر. که میگه اگر اینجوری هست زرد یا قرمز رو انتخاب بکنید به عنوان چیزی که میخواهید بپوشید. vous êtes rousse رو موهاتون به قرمزی میزنه. حالا اینجا برای مؤنث و اینجا برای مذکر. یه جورایی صفت سرخ مو و قرمزی همچین معنی رو میده. vous êtes rousse رو vous pouvez porter toutes les couleurs میتوانید همه رنگ ها رو بپوشید. toutes les couleurs دوباره به کلمه توت دقت بکنید. vous pouvez porter toutes les couleurs اگر که موهای قرمز دارید میتونید همه رنگ ها رو بپوشید. vous avez les cheveux blonds ou châtains موهای شما بلوند هست و یا châtain به معنی بلوند تیره. رنگ موی بلوند تیره رو بهش میگن châtain. vous avez les cheveux blonds این اس به خاطر چیه؟ به خاطر les cheveux موها جمع هست les cheveux ou châtain و این اس هم همینطور. préférez les bleus et les verts آبی و سبز رو ترجیح بدید. préférer ترجیح دادن فعل préférer avec er à la fin c'est le verbe les bleus اسم هست همونطور که می‌بینید اینجا اس گرفته. les bleus منظور این هستش که آبی‌ها رو انتخاب بکنید و سبزها رو اینجا به صورت اسم استفاده شده. les verts trouvez votre style استیل خودتون رو پیدا کنید. فعل trouvez votre style استیلتان رو پیدا کنید. faites des essais devant votre glace کلمه لیسی بدون اس به معنی تلاش سعی اسم هست. وقتی میگیم دزسه avec اس à la fin سعی ها تلاش ها از کجا میاد؟ از چه فعلی میاد؟ فعل تلاش کردن که در همین درس ما صرفش رو یاد خواهیم گرفت. فعلش هست اسه سعی کردن. حالا به موقعش من صرفش رو خدمت شما خواهم گفت ولی الان بهش نمیپردازم. Faites des essais devant votre glace یعنی جلوی آینه تان. devant جلو votre glace la glace آینه هست جلوی آینه تان.
تمرین کنید، سعی کنید، منظور هستش که رنگ های مختلف رو بپوشید و ببینید که بهتون میاد یا نه. دوباره یک کاربرد بسیار خوب دیگه از فعل فق، فق دزسه، فق دزسه، سعی کردن، تلاش کردن. حالا اینجا به معنی پوشیدن، چند بار بپوشید، تمرین کنید، جلوی آینه خودتون رو ببینید. دو دان وتر گلاس، پس یک جمله بسیار کوتاه هست ولی خب ما معنی شد از متن متوجه میشیم که منظور هستش که داره میگه لباس های مختلف رو بپوشید، چند بار سعی تلاش کنید و جلوی آینه نگاه کنید. حالا نمیگه نگاه کنید ولی ما این رو متوجه میشیم. شوازیر دو ویتمان ستان پلیزیر، فعل شوازیر رو که معرفی کردم، شوازیر دو ویتمان، انتخاب لباس ها، دو ویتمان به معنی لباس ها و لو ویتمان بدون اس چه لباس، لو ویتمان. در تلفظ کلمه ویتمان روی ت تاکید میشه، لو ویتمان یا دویتمان. ستم پلیزیر یک تفریحه، پلیزیر لو پلیزیر به معنی تفریح، یه تفریح انتخاب لباس یا انتخاب لباس ها. نوتر کانسی به معنی پیشنهاد ما، نوتر صفت ملکی که دیگه باش آشنا هستیم و لو کانسی به معنی پیشنهاد. فعلش هست کانسی، فعل نوع اول هست و دیگه ما صرفش رو الان بلد هستیم و این هم که عرض کردم اسم مذکر لو کنسی یعنی پیشنهاد. خب پیشنهاد ما چیه؟ اسوسیه دو کولور تریز اپوزه. اسوسیه مربوط کردن، ربط دادن، قبلا فعلش رو با هم دیدیم، نوع اول بود. دو کولور تریز اپوزه، تریز اپوزه یعنی رنگ‌های کاملا مخالف، یعنی از رنگ‌های کاملا مخالف استفاده بکنید. حالا اینجا درسته داره میگه به هم مربوط کنید ولی یعنی که ربط دادن چی میشه اینجا؟ یعنی پوشیدن، اونها رو در کنار هم قرار دادن و استفاده کردن. Très opposé. Opposé ici, c'est un adjectif. E, ici, c'est pour le nom féminin. Et S, c'est pour le pluriel. خب, E در آخر صفت به این دلیل هستش که اسمش، اسم که صفت برای اون ماده la couleur مؤنث هست و S چون گفته des couleurs رنگ ها جمع هست، S هم اینجا اضافه شده. مخالف این کلمه یعنی رنگ های متضاد میشه رنگ های نزدیک به هم. بهشون میگیم les couleurs voisines. بهشون میگیم le couleur voisine. le couleur voisine رنگ های نزدیک، حالا همسایه معنی نمیده اینجا، رنگ هایی که خیلی به هم نزدیکند. la jaune et le noir اینا خب رنگ هایی چی هستن؟ متضاد. ils sont les couleurs très opposées. le jaune et le noir sont les couleurs opposées. ou le rouge et le vert یا قرمز و سبز. ils n'ont pas des couleurs très voisines و نه رنگ های نزدیک به هم. لو روژ و لورانج مثل قرمز و نارنجی، لو ور و لو بلو یا مثلا سبز و آبی، اینا رنگ های نزدیک به هم و یا همسایه هستن. می ویزت لیبر ولی در نهایت شما آزادید. ویزت لیبر، لیبر به معنی رها آزاد. در این بخش ما دو تا گرامر داریم، یکی معرفی کلمه ست و همچنین معرفی کلماتی از جنس تخه یا بکو که به معنی زیاد هستن و خب حالا میخوایم ببینیم که استفاده اونا به چه شکل هست. ولی قبل از اینکه وارد گرامر این موارد بشم این سفر رو با هم دیگه کامل بکنیم و به سوالاتش جواب بدیم. لیزه لو تکست ای رپره لمو که وی کمپرنه، متن رو بخونید و کلماتی که متوجه میشید یا میفهمید رو مشخص کنید. رپره و کمپرند دیگه با این فعلها آشنا هستیم. خب ما که تست رو خوندیم و حالا خودتون میتونید کلماتی که برای شما ناآشنا بود رو مشخص کنید و کلماتی رو هم که میدونستید با رنگ دیگه علامت بزنید که متوجه بشید دارید به فصل به فصل پیش میرید به چه صورت پیشرفت میکنید. دو رپره ل نوم دو کولور کمپاره اوک وتر لانگ، اسم رنگ ها رو مشخص کنید. رپره ل نوم دو کولور مثل چی؟ مثلا لو بلو، لو ور، لو مارون، کامپاره اوک وتر لانگ، با زبان خودتون مقایسه کنید، یعنی اون زبانی که حالا مثلا رنگی شما میگیم به رنگ آب. به عنوان مثال مثلا ما به لو بلو میگیم آبی، میتونید مقایسه بکنید با زبان مادریتون. لا لانگ به معنی زبان هست. البته لا لانگ همونطور که ما در فارسی هم عضوی از بدن رو بهش میگیم زبان و هم مثلا به زبان مادری هر زبانی هست میگیم زبان، دقیقا فرانسه هم به همین صورت. لا لانگ هم عضوی از بدن هست و هم زبان به معنی واژگانی که ازش استفاده میکنیم مثل زبان فارسی، زبان فرانسه و غیره. کل سون لو کولور کونسیه پور لو
پان، لپلون، لرو. رنگ های پیشنهادی برای افرادی که موهای تیره دارن، موهای بلوند دارن و یا مویی که دارن که به قرمز میخوره چی هست؟ quelles sont les couleurs conseillées؟ conseillées صفت هست که از فعل conseiller، از این فعل میاد به معنی پیشنهاد شده یا پیشنهادی. دوباره به او و اس دقت کنید که به خاطر couleur هست، هم مؤنث و هم جمع. les couleurs conseillées، رنگ های پیشنهادی. pour les bruns، برای افراد دارای موهای تیره به این استقاد کنید، اینجا به عنوان صفت اومده لبران، لبلون، دوباره به همین ترتیب لرو، لرو، که این دقیقا همین روس و رو هستش که اینجا معرفی کرد. بنابراین برای اسم جمعش هم به صورت رو استفاده میشه. quel couleur est-ce que vous portez؟ چه رنگی رو شما میپوشید؟ quel couleur، چه رنگ هایی رو شما میپوشید؟ کل کولر با کلمه های پرسشی کل هم که در فصل قبل آشنا شدیم ما که چرا به این صورت نوشته میشه. خب اینا دیگه به عهده خود شما هست. par exemple vous pouvez dire je porte le bleu، je porte le bleu، je porte le vert parce qu'il est à la mode، parce qu'il est à la mode par exemple. Ou vous pouvez dire, par exemple, les couleurs conseillées pour les bruns sont la jaune. Ou vous pouvez dire, par exemple, les couleurs conseillées pour les bruns sont le jaune et le rouge. C'est à vous. C'est à vous. این دیگه دفعه شما است. پس من به چند تا از این سوالات به فرانسه جواب دادم. امیدوارم که شما هم بتونید کلمات و جملات خودتون رو انتخاب بکنید و به این سوالات جواب. خب بریم سراغ حالا گرامرهایی که اشاره کردم، اونها رو توضیح بدیم و دوباره برگردیم به ادامه درس. گرامر اولی که میخوام توضیح بدم لجکتیف دمونستراتیف، صفت اشاره. دمونستراتیف اشاره. فعل دمونتره به معنی اشاره کردن فعل نوع اول هست و دمونستراتیف اشاره صفت هست و از این فعل منتج شد. خب این چه صفاتی هستن لجکتیف دموستراتیف؟ ما در فارسی بهشون میگیم این یا اینها. در فرانسه ما سه تا کلمه واسش داریم، سو، ست و سی. pour les noms masculins et singuliers on utilise سو، سو و ست. پس گفتم برای اسمهای مفرد و مذکر ما از کلمه سو استفاده میکنیم و یا ست. par exemple سو پول، این پولوور. le pull به معنی پولوور هست، اسم مذکر مفرد هست. میخوایم بگیم این پولوور، میگیم سو پول، سو پول. حالا میدونیم که مفرد هست و مذکر هم هست به معنی مرد یا آقا. میخوایم بگیم این مرد، دیگه نمیگیم سو ام، میگیم ست ام، ست ام. پس زمانی که ما اش مه داریم در اولی کلمه و یا وایل مثل الیمان و میخوایم از کلمه لجکتیف دموستراتیف استفاده بکنیم، سو تبدیل میشه به ست، ست ام، ست الیمان، این غذا، این مرد. نکتهش رو هم اینجا گفته که الان بهش اشاره میکنم. به مسکولن دوان اون وایل یعن اشمونه سو دویان ست. در جلوی یک وایل و یا یک اشمونه سو تبدیل میشه به ست. اش رو هم در فرادرس قبلی بهش اشاره کردم که ما دو نوع اش داریم، اش موه و اش اسپیغه. بنابراین دوباره نمیخوام وارد این مبحث بشم، اگر باش کامل آشنا نیستی پیشنهاد میکنم که درس قبلی رو مرور بکنید، ولی بخوام خیلی سریع و خلاصه در همین جا اشاره بکنم. کلماتی که دارای اش هستن، این اش از دو نوع هست، یا بهشون میگیم اش موه و یا اش اسپیغه. اینکه حالا کدوم کلمه دارای اش موه هست و یا دارای اش اسپیغه دیگه به صورت تقریبا میشه گفت حفظی هست. باید بدونیم که چه کلماتی دارای اش مونه هستند، مثل اپیتال به معنی بیمارستان دارای اش مونه هست، و یا بعضی کلمات دارای اش اسپیغه هستند مثل اریکو به معنی لوبیا. خب اونایی که دارای اش مونه هستند این اتفاق براشون میفته، یعنی ما میگیم ستم. فرق دیگه اش اسپیغه با اش مونه چی بود؟ مثلا ما میگفتیم لپیتال،
ولی کلمه عقیقه که گفتم به معنی لوبیا هست، میگیم لو عقیقه، یعنی لو و یا لا تبدیل به الاپوستروف جلوی اش نمیشن و همچنین این اش لیزون نمیگیره. اشهایی که دارای اشهایی که اسبیغ هستن ما بهشون لیزون رو لحاظ نمیکنیم، ما براشون لیزون انجام نمیدیم، ولی برای اش مونها انجام میدیم لیزون. خب یک مرور خیلی سریع بود که من انجام دادم، دیگه نخواستم خیلی وارد بحثش بشم. پس شد ستون و ست الیما. Pour les noms féminins et singuliers, on utilise ست. برای نام‌های مذکر مفرد ما از ضمیر اشاره به صفت اشاره ست استفاده می‌کنیم. ست وست. لا وست به معنی کت هست و در کت شلوار هم بعضی مواقع استفاده میشه. ست وست این کت. La veste. Alors, on utilise cette. Ya cet orange. In portugal. L'orange, کلمه مؤنث هست. مفردم هست. می خواهیم بگیم این پرتقال، میگیم cet orange. Pour les noms pluriels, on utilise c'est pour les masculins et les féminins. پس برای اسمهای جمع چه مذکر و چه مؤنث، ما از صفت اشاره c استفاده می کنیم. C'est pull. این پلوورها، سزم، این مردها. همونطور که دیدید من لیزون رو انجام دادم. چرا؟ چون اش مه هست. سزم، سزالیمان، این غذاها، سوست، سزورانج، به همین ترتیب. خب این شد گرامر مربوط به کلمه لژکتیف دموستراتیف سو، ست و سه. اما برای این کلمات دمو پور اپریسیه، کلماتی برای بیان تحسین، اپریسیه اشاره کرده بودیم در درس‌های قبل، فعل اپریسیه به معنی تحسین کردن. اسی به اندازه کافی، بوکو، تری و ترو که همشون به معنی زیاد هستند. البته ترو به معنی خیلی زیاد. خب بریم ببینیم فرق اینا چیه. اولک ان ورب اون اوتیلیز بوکو اسی ترو. پس به همراه ورب یا برای فعل ما از assez، beaucoup و trop استفاده میکنیم و très استفاده نمیکنیم. از très کجا استفاده میکنیم؟ avec un adjectif on utilise très, assez, trop. خب بریم ببینیم مثال هاش رو. j'aime beaucoup ce rouge. من این قرمز رو خیلی دوست دارم. ce. چرا ce استفاده شده؟ چون le rouge کلمه مذکره. خب پس ما از قید beaucoup میتونیم استفاده بکنیم بعد از فعل. همچنین آمانج اسه، ما به اندازه کافی میخوریم. آمانج اسه، از دوباره بعد از فعل ما میتونیم از اسه هم استفاده بکنیم. جو تراوای ترو، من خیلی کار میکنم. پس از کلمه ترو هم بعد از فعل ما میتونیم استفاده بکنیم. همچنین در حالات منفی هم به همین صورت، فرقی نداره. جو نو بوا پاسه، من به اندازه کافی نمینوشم. به همراه صفت ما میتونیم بگیم به عنوان مثال سروژ اتخب، این قرمز خیلی قشنگه. اتخب پس به همراه صفت ما میتونیم از کلمه تخ استفاده بکنیم ولی قبل از صفت. تخب این کلمات رو دیدیم دیگه، همه بعد از فعل بودن ولی اینجا قبل از صفت ها استفاده میشن، ولی خب دیگه بگوب به همراه صفت استفاده نمیشه. لو جودو اسی دیفیسیل، جودو به اندازه کافی سخته. assez difficile، دوباره کلمه assez قبل از صفت. La veste est trop large، این کت شلوار یا این کت بسیار بزرگه. trop large قبل از صفت. Le café n'est pas assez chaud، کافه به اندازه کافی گرم نیست. n'est pas assez chaud، دوباره قبل از صفت. On emploie beaucoup avec un verbe، پس ما از کلمه beaucoup به همراه فعل استفاده میکنیم. امپلویه، فعل امپلویه رو قبلا توضیح دادیم به معنی استفاده کردن. آن امپلوی تخی avec un adjectif، ما از کلمه تخی به همراه صفت استفاده میکنیم. avec به همراه. Le passé composé assez, beaucoup, trop se place entre l'auxiliaire et le participe passé. خب این نکته خیلی مهمیه، من دورش رو خط میکشم برای اینکه نشون بدم اهمیتش رو. زمانی که ما جمله پس کمپوزه داریم، یعنی در حالت گذشته میخوایم جمله رو بگیم، اسه، بکو و ترو کجا قرار میگیرن؟ بین
فعل کمکی یا لوگزیلیر و پارتیسیپ پسه بین این دوتا قرار میگیرن. یعنی چی؟ مثلا من میگم که یه اس مانجه، من به اندازه کافی میل کردم، حالا دیروز یا هر موقعی در گذشته. این یک پس کمپوزه هست، ژه مانجه، من خوردم، میل کردم. حالا میخوایم بگیم اس مانجه، من به اندازه کافی میل کردم در گذشته. اس به کجا قرار میدیم؟ بین فعل کمکی یا لوگزیلیر و پارتیسیپ پسه. نگید که ژه مانجه اسه. دیدم بعضی از بچه‌ها اینجوری میگن، ولی این غلط هست به لحاظ گرامری. ژه اسه مانجه. یا جملات منفی هم باز به همین طور، فرقی نداره. دوباره این کلمات تو، بوکو و اسه بین اگزیلیر و پارتیسیپ پسه میان. ژه نه پا ترو تراوایه. من خیلی کار نکردم. ژه نه پا ترو تراوایه. حالا اگه بگیم من به اندازه کافی کار نکردم چی میشه؟ ژه نه پا اسه تراوایه. ژه نه پا اسه تراوایه. یا اگه بخوایم بگیم من خیلی کار کردم، حالا غیر از کلمه تو میتونیم بگیم ژه بوکو تراوایه. ژه بوکو تراوایه. حواستون باشه که نگید ژه تری تراوایه، که این دیگه کاملا غلطه. تری فقط به همراه صفت. این از گرامری بود که میخواستم تا اینجا خدمت شما بگم. حالا برگردیم و ادامه درس رو با هم پیش بریم. به این نوار با هم گوش میدیم. این قسمت هم یک نکته گرامری داره که بعد از گوش دادن به نوار اون رو هم من توضیح میدم و سپس برمیگردم به این قسمت و جملاتش رو با هم دیگه مرور میکنم. Une petite scène de toutes les couleurs. Découverte. De le plaisir de choisir. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, choisir un vêtement, ce n'est pas un plaisir. À mon avis, toutes les couleurs à la mode sont belles. Je suis brune et je pense que je peux porter toutes les couleurs. بسیار خوب. این قسمت یک نکته گرامری جدید داره. Je pense que je peux porter toutes les couleurs. بریم با هم گرامر مربوط به این قسمت رو هم بخونیم و دوباره برگردیم به این جملات. La phrase subordonnée. ما در فارسی میگیم جمله پیرو. حالا اسمش خیلی مهم نیست. La phrase subordonnée. این ا به خاطر چی است؟ به خاطر la phrase. C'est une phrase en deux parties. Une proposition principale et une proposition subordonnée. پس یک phrase subordonnée از دو بخش تشکیل میشه. Deux parties. جمله‌ای هستش که دارای دو بخشه. به بخش اول میگیم بخش اصلی، une proposition principal اسمش هست و بخش دوم هست la proposition subordonnée، بخش پیرو، بخش اصلی و بخش پیرو. حالا پایه و پیرو هم بعضی مواقع بهش میگن. موارد استفاده خیلی زیادی داره.